ساکن شهر دوشنبه برای حجاب مبارزه می‌برد. روسیه، شهروند تاجیکستان به 22 سال زندان محکوم گردید. مفتی ازبکستان برای جشنگیری سال نو میلادی اجازه داد. دلمون با مو فرزندات سوخت. چطوری که رادیو آزادی می نویسد، ساکن شهر دوشنبه نیلوفر رجبوه که هنگام رید علیه حجاب بازداشت شده بود و برای مایده اوباشی جریمه شده است، علیه کارمندان پلیس و پراکراتورای جنرالی تاجیکستان شکایت کرد. رجبوه قبلا گزارش داده بود که هنگام رید سانیان در شعبه ملیسه ناحیه سینا 2 برای کارمندان پلیس تهدید و تحقیر کردند. 18 دکبر دادگاهی ناحیه سینای شهر دوشنبه نیلوفر رجبوه را برای ویرانکنی ماده 460 یعنی مایده اوباشی کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان عیبدار دانسته با مبلغ 550 سومونی جریمه بست. نسبت نیلوفر رجبوه بر اساس شکایت رانا عبداللهی و اشتراکچی رید و مدیر شعبه زنان و اویله ناحیه سینای پایتخت پرونده ماموری آغاز گردید. منصبدار دروغ گفت و اظهار داشت که رجبوه او را همچون نماینده حکومت هنگام اجرای وظیفه های خدمتیش تحقیر کرده است. ولی نیلوفر رجبوه تصدیق نمود که از اشتراکچیان رید کسی را تحقیر نکرده است. برعکس، در دوام یک چند ساعتی که در بینای شعبه وزارت کارهای داخلی سینای 2 گذرانیدم، مرا تحقیر و تهدید نمودند، گفت او به خبرنگاران. ائتلاف جامعه شهروندی علیه شکنجه و بی‌جزایی در تاجیکستان به نیلوفر رجبوه در مرافع سودی با کارکنان شعبه وزارت کارهای داخلی سینای 2 شهر دوشنبه یاری حقوقی خواهد کرد. به پراکوراتورای جنرالی دعوای خود را عرض کردم. دعوایم را قبول کردند. اظهار نمود او سنه 20 دکمبر. روز پنجشنبه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تصدیق نمود که نسبت نیلوفر رجبوه بر اساس دعوای رانا عبداللهی و که گویا او را نیلوفر با سخنهای قبیح تحقیر نموده است پرونده ماموری باز کرده شد. در آن زمان نیلوفر رجبوه اظهار نمود که جریمه را پرداخت نکردم، زیرا همچون مادری فرزندهای معیوب 540 سومانی نفقه میگیرم. این مبلغ برای پرداخت جریمه از طرف دادگاه معین شده کفایه نیست، میگوید او. نمادگی که شما بازن خیلی رفتار کنید. یادرس میکنیم که سنه 14 دکبر رجبوه از بیمارخانه به منزل زیست می اومد. در راه او را نمایندگان کمیته عاید به کارهای زنان و کارکنان پلیس دستگیر نمودند که او را با 4 زن دیگری حجابدار به شعبه پلیس ناحیه سینا برای گذرانیدن به نام صحبت توضیحی بردند. بگم که جبر دیده من، اما من بی‌گناه با در سر ما گناه های خودشون زدم. مهاجر مهنتی از تاجیکستان امام برهانوف از طرف دادگاهی حربی شهر مسکو با پرونده بافته شده تشکیل صدمه قطاره سبسن تابستان سال 2017 به مهلت 22 سال زندان محکوم گردید. برهانوف در تشکیل عملیات تروریستی با همراه گروه متشکل تشکیل نمودن جمعیت تروریستی غیر قانونی به دست آوردن سلاح و مواد ترکیش عیبدار دانسته می شود. مدت ادای جزا را او در کلونی نظامش سخت میگذراند. با گفته خدمات قدرتی روز 13 ایولی سال 2017 عیبدار شوندگان ساخت مخصوصی آهنی را به راه آهن جایگیر نمودند. قطاره سبسان از شهر مسکو آمده استوده به ساخت مذکور برخورد نمود. از این لحاظ 5 واگن آن آسیب دید. تابستان سال 2019 دادگاه حربی شهر مسکو عاید پرونده مذکور قرار نمود که در نتیجه آن بابا یوراف محمدی، جمعخان بایمانوف، فرهاد نجبودینوف، سهراب جان نازیموف، فرهاد جان نازیموف، عبدالغفار راوپوف و امران جان راوپوف به مهلت های از 15 تا 21 سالی محرومیت از آزادی محکوم شدند. 5 نفری محکوم شدگان عیبی به آنها اعلان شده را رد نمودند. برهانوف در سود اظهار نمود که کارمندان خدمات فدرالی امنیتی در وقتی دستگیر کنی 3 لیتر امیاکی را و خاکه الومینی را به او حواله نمودند. باید قید نمود که مهاجران مهنتی از آسیا میانه برای خدمات های قدرتی روز چون زاغ سیاه بوده، آخرین از حسابی پرونده های بافته شده به سوی منصب بالا پیشروی کرده، از حسابی بودجه دولت مبلغ عالی همت می گیرند.
хусусан солҳои охир ба таҳририяти хабарҳо аз тарафи муҳоҷиронӣ дар Русия кору фаъолият карда истода, маълумотҳо омада истодааст, ки нисбати онҳо ва наздиконашон парвандаҳои бофташуда кушода шуда истодааст. Аз ин рӯ мушоҳидон гумон доранд, ки Бурҳонов ва дигар маҳкумшудагон эҳтимол қурбониҳои навбатии хадамотҳои махсуси Русия гардиданд. مدیری مرکزی تمدنی اسلامی ازبکستان عبدالعزیز منصور گفت که جشنگیری 1 ژانویه سال نو میلادی از جانب مسلمانان با شریعت مخالف نیست. در این خصوص او در مصاحبه با آژانس دولتی اوزاوز اظهار داشت. 1 ژانویه کنودن ینگلندگان میلادی سننه کتب آلش بربرلرنی تبریکلش یا بیرام قلش تکرار کلیب تردگان میلادی یانگی یل میلادی سننه بطور دنیا حقلر یل نه یانگی لانش سپتده خرش آلدیلر بزنی یورتمزده هم بو عادت کوب یللردن بیره عملده بولیب گلدی که اینگی پیتلرده اجتماعی ترماخلرده شون دیه بر تشویقاتلر بولیبدی که بو یانگی یل میلادی سنه بو مسلمانلرگه خاص ایمز مسلمانلرنکی ایمز. سپس مفتی ازبکستان قید نمود که جشنگیری سال نوی میلادی از نقطه نظر اسلام جایز است و یکدیگر را در سال نو تبریک کردن با شریعت مخالف نیست. میلادی سننه بطور دنیا خلقیگه شلنه قطاره ده مسلمان مومنلرگه هم خیرلی قلسن. خبرنگاری خبرها آیدی شرح موضوع با بلاگری معروفی ازبک محمود عبدالمومین مراجعت نمود. شیخ عبدالعزیز منصور پیشتر نیز نه تنها در خصوصی جایز بودن جشنگیری سال نو حرف میزد، بلکه کسانی را که در خصوصی جایز نبودن جشنگیری سال نو حرف میزدن مذمت میکرد. پس از آن که در سامانه‌های اجتماعی مردم شیخ را برای عقیده‌اش تنقید کردند، او مجبور شد موقع خود را دیگرگون بسازد. او ابراز نمود که گفته های او را مردم نادرست فهمیدند و گویا گفته هایش را مونتاژ کردند. صرف نظر از آن، او در عقیده چنین است که سال نو این نه عید دینی است بلکه یک عرف و عادت است. لیکن شونده هم برابر دینی بیرام است، لیکن بو عادت دیگر نرسیگه توختالدم. Endi aslida to'xtaladigan bo'lsak, islom dini o'z dunyo qarashiga ega va o'z dunyo qarashdan kelib chiqqan bayramlarga ega. Aknun ba masalai asos oyim islom in din est ki ba aqidai khud sohib buda idhoi dorad ki az in aqida sarchashma migirad. Binobar in ba musulmonon idhoi ro az aqidahoi begona sarchashma girandaro jashn namudan joiz nest. Har qanday bo'ladigan suni paydo qilinadigan xursandchiliklardan xoli و اون ارسالرگه احتیاج یوغ بگن دین. و بز دینمزده آچک کرسطلگنه دی اسلام بیرام قلب کرسطمگن کنلر سونی بیرام قلب میده. اینده اسلامگه زد بگن اعتقاد و دنیا قرشتن کیب چقید کن حرقنده بیرامده اسلام حرام قلده و اولارگه ایرگشلیده قیامت کنده اولار بلن بر صفته ترش دیب سابلیده. تمام ایدهایی که از عقیده های بیگانه سرچشمه میگیرند پیروی نمودن من است و کسی از آنها پیروی نماید روز آخرت با همراهی آنها حشر خواهد شد. آنچه که مرا خرسند میکند وقتهای آخر شاهد آن میگردیم که کسانی هستند میخواهند اسلام را با جهان بینی های بیگانه هماهنگ بسازند. روی های حقیقیشان فاش شده استاده است. مسلمان ها بیدار میشوند. یعنی اکنون از پشت پیشواها کرکرانه پیروی نمی کنند. برعکس فکرهای خطای منصب داران امامها و شیخها را تنقید می کنند. همه این یک معنی را افاده می کند. یعنی جامعه به سمت درست حرکت کرده استاده است. یالنب من اردرده خاکم جنابلاره منم بزگی شنقه توسقلیکل بالیبته. سوز